مایرکا یک رئال یک، اولین دستانداز برای BMW. معدنی به نام لاماسیا، فلیک هم باورش نمی شد. آنشلوتی، نباید این اشتباهات را دوباره تکرار کنیم. الپیچیچی در هفته اول، امبپه پیام را گرفت. تشویق ساده وجوبه بارسلونا در مستایا. سیمونه، رئال شانس اول هست، بقیه همه عقب ترین. چلسی 0-2، آماده برای پنجمین قهرمانی متوالی. منچستر سیتی در اولین بازی فصل موفق شد چلسی را در استنفورد بریج 2-0 شکست دهد. منچستر سیتی در هفته اول فصل جدید لیگ برتر در حد و اندازه مدعی اصلی و مدافع عنوان قهرمانی نشان داد و در حالی که در خانه حریف در استنفورد بریج به مساوی چلسی رفته بود، با گل‌های ارلینگ هالند و ماتیو کوواچیچ موفق شد 2-0 پیروز شده و اولین قدم را محکم بردارد. شکست سنگین دورتموند مقابل تیم دسته سومی. دورتموند در دیدار دوستانه با نتیجه عجیب مغلوب تیم دسته سومی شد. عصر دیروز از مرحله نخست رقابت‌های جام حذفی آلمان موسوم بعد DFB پوکال، بوروسیا دورتموند با نتیجه پرگل 4-1 از صدر رقیب دسته چهارمی لوبک گذشت و راهی دور بعد شد. شاگردان نورشاین امروز اما در دیدار دوستانه مقابل یک تیم دسته سومی آلمان یعنی سیورل به میدان رفتند که در پایان با شکست عجیب 4-0 مواجه شدند. هفته اول سری آ، لاسیو برد، روم امتیاز داد. شب دوم از هفته اول سری آ ایتالیا با برد لاسیو و توقف آیس روم پایان یافت. از هفته اول رقابت های سری آ ایتالیا امشب دو تیم پایتخت نشین یعنی لاسیو و آیس روم با ترتیب با تیم های وینسیا و کالیاری دیدار کردند که در پایان لاسیو با برد رسید اما جالوروسی با تساوی بدون گل متوقف شد. شکست تلخ ناپولی، کنته قدم اول را بد برداشت. ناپولی در اولین بازی بازگشتی آنتونیو کنته با سری آ مقابل هلاس فیرونا با نتیجه 3-0 شکست خورد. اولین بازی رسمی ناپولی با حضور آنتونیو کنته برخلاف تصورات پیش رفت تا یک از تیم‌های مطرح ایتالیا فصل را با شکست در بازی خارج از خانه شروع کند. مایرکا یک، رئال یک، اولین دستانداز برای BMW. رئال مادرید در هفته اول لالیگا مقابل مایرکا به تساوی 1-1 رسید. دو تیم مایرکا و رئال مادرید در آغاز فصل جدید لالیگا به مسافه همدیگر رفتند. بازی را شاگردان کارلو آنچلوتی بهتر آغاز کردند و در همان 15 دقیقه ابتدایی به گل رسیدند. اما در نیمه دوم مایرکا به بازی برگشت و موفق به کسب یک مساوی مهم شد. معدنی به نام لاماسیا، فلیک هم باورش نمی شد. رونمایی بارسا 3 بازیکن جدید در لالیگا. دیشب برابر والنسیا 3 بازیکن بارسلونا اولین بازی خود در لالیگا را تجربه کردند. با این وجود آبیاناری ها در زمین دشوار برنده شدند. علاوه بر مارک پرنال بازیکن جوانان بارسا که اولین بازی خود را برای بارسا در یک بازی رسمی انجام داد، جرارد مارتین و پاو ویکتور نیز اولین بازی رسمی خود را برای بارسا انجام دادند. هرچند این دو از اکادمی لاماسیا نیستند. آنها فصل گذشته در تیم دوم بارسا بازی می‌کردند. در دورانی هستیم که بارسلونا به هر دلیل استعداد زیاد از بازیکنان جوان خود در لالیگا و رقابت‌های اروپایی استفاده می‌کند. در سال‌های اخیر بازیکنان مانند لامین یامال، آنسو فاتی، پاو کوبارسی، کاسادو، گاوی، هکتور فورد، ایلیا آخوماش برای بارسا بازی کردند و دیشب نوبت به مارک برنال جدیدترین مسئول لاماسیا رسید. برابر والنسیا، بارسا از دو بازیکن جوان دیگر خود به نام های پاو ویکتور و مارتین نیز رونمایی کرد، هرچند که مسئول لاماسیا نبودند. جرارد مارتین مدافع چپی که در تابستان 2023 از کورنیا به تیم دوم بارسا پیوست بعد از یک فصل چشمگیر زیر نظر رافا مارکز حالا به تیم اول رسیده است. او در 41 بازی از 42 بازی از جمله 38 بازی لیگ و 4 بازی در پلی‌آف صعود به عنوان بازیکن فیکس بازی کرد و هیچ اشتباهی بزرگ هم در بازی ها مرتکب نشد. او مقابل والنسیا در دقیقه 63 با نتیجه 2-1 بسود بارسا جایگزین بالده شد که پس از عملکرد فردی خوب با ناراحتی از لانه به بیرون رفت. نمایش مارتین قابل قبول بود. پاو ویکتور نیز اولین بازی خود را انجام داد و در دقیقه 85 به جای لامین یامال وارد زمین شد. پس از درخشش در پیش فصل با 3 گل در تور آمریکا 2 گل مقابل رئال مادرید
مادرید و یک گل مقابل منچستر سیتی هانس فلیک به او برای اولین بار در لالیگا فرصت داد. بارسا او را با 2.5 میلیون یورو از خیرونا خریده است. از 16 بازیکن بارسلونا هانس فلیک برابر والنسیا استفاده کرد. 8 بازیکن از لاماسیا و تیم دوم بارسلونا بودند. یانگن سینی تیم 23.9 بود و 3 بازیکن 17 ساله در ترکیب اصلی حضور داشتند. فلیک در نشست بعد از بازی گفت که حساب کار از دستش رفته و نمیداند با چند بازیکن جوان میدان داده است. او گفت واقعا این برایش لذت بخش بود. سیمونه رئال شانس اول هست. بقیه همه عقب ترین. دیگو سیمونه معتقد است رئال مادرید بالاتر از همه تیم های لالیگا شانس اول قهرمانی است. اتلتیکو مادرید با خریدهای چون لو نورمان، خولیان آلوارز و الکساندر سورلوس توانسته خودش را به خوبی تقویت کند و بسیار این تیم را از مدعیان جدی قهرمانی لالیگا در کنار رئال مادرید و بارسا میدانند. اتلتیکو امشب در زمین ویارال کار خود را در فصل جدید لالیگا شروع خواهد کرد. سیمونه در نشست خبری این بازی گفت مثل همیشه مسابقه به مسابقه پیش می رویم. بارسلونا تیم خوبی دارد و رئال مادرید با فوتبالیست‌های فوق‌العاده‌اش بر رشد خود ادامه می‌دهد و اینجا ما هم به خودمان فکر می‌کنیم. بیلباو نیز تیمی در حال رشد است. همچنین رئال سوسیداد و ویارئال را نیز نباید فراموش کرد. لالیگا امسال سطح بالاتری دارد. فشار قهرمانی با توجه به خریدهای خوب. توجه کنید که ما 8 بازیکن را از دست داده ایم و تنها 3 خرید داشتیم. درک میکنیم که توقعات بالاست ولی تیم هنوز کامل بستن نشده است. ما میدانیم که به دنبال چه چیزی هستیم و از فصل جدید چه میخواهیم. رئال مادرید شانس اول قهرمانی است و بقیه در پله های بعدی هستیم و باید سعی کنیم از این تیم قبل نمانیم. اختلاف اتلتیکو با رئال و بارسا. صبر کنید تا انتقالات تمام شود و تیم بسته شود. سپس پاسخ خواهم داد. الپیچیچی در هفته اول امبپه پیام را گرفت. شروع پرقدرت لوا. ستاره لهستانی بازگشت بارسا در مستایه را رهبری کرد و تعداد گلهایش را به والنسیا به عدد 6 افزایش داد. اولین هشدار برای کیلیان امبپه. رابرت لواندوفسکی فصل جدید لالیگا را با قدرت آغاز کرد و در روز اول مقابل والنسیا طعمه محبوبش احساسات مثبتی را از خود بر جای گذاشت. مهاجم لهستانی در پیروزی بارسلونا در مستایه نقش اساسی داشت و 2 گل به ثمر رساند که به بازگشت این تیم پس از نیمه اول ضعیف کمک کرد. بارسا گل اول را دریافت کرد ولی لوا در ثانیه پایینی نیمه نخست و سپس در شروع نیمه دوم موفق به ثبت 2 گل شد تا بارسا برنده بازی شود. لواندوفسکی حالا برابر والنسیا 6 گل به ثمر رسانده است. بیشتر از هر تیمی در لالیگا. فصل گذشته ستاره لهستانی در بازی برگشت لیگ مقابل والنسیا هتریک کرد. او یک گل دیگر نیز به والنسیا زده است. لوا میگوید فصل جاری از تعداد گل‌هایی که در اولین سال حضورش در بارسلونا به ثمر رساند نیز عبور خواهد کرد. 32 گل و او در اولین روز فصل با 2 گل به صدر گل زنان رفت. لوا میداند که امسال برای آقای گلی رقیب چون کیلیان امباپه دارد. و این اولین هشداری او به ستاره فرانسوی بود. به نظر میرسد لواندوفسکی آمده هدایت بارسا برای نبرد قهرمانی لیگ برابر رئال امبپه است. توانایی او در حل بازی های پیچیده میتواند امسال بسیار به کمک بارسا بیاید. آنچلوتی: نباید این اشتباهات را دوباره تکرار کنیم. کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید پس از نمایش نه چندان خوب در هفته اول لالیگا و تساوی 1-1 مقابل مایورکا درباره عملکرد تیمش صحبت کرد. او درباره عملکرد تیمش گفت ما تعادل نداشتیم. بازی خوبی نبود. باید بهتر دفاع کنیم. نیم اول خوب بود اما بعد از آن تعادل نداشتیم و ممکن بود بازی را ببازیم. در مورد تعویض‌های دیر هنگام آنچلوتی گفت هر کس نظری دارد. شاید تعویض‌ها دیر یا زود یا شاید به موقع بودند. هر کسی میتواند نظر متفاوتی بدهد. امروز خوشحال نیستم. میتوانستیم خیلی بهتر عمل کنیم اما میتوانیم از این بازی چیزهای زیاد یاد بگیریم و مشکلات را برطرف کنیم. در مورد پست امباپه و وینیسیوس آنچلوتی توضیح داد فقط یک از آنها در پست وینگر بازی خواهد کرد. نمیتوان هر دو را آنجا بازی داد. آنچلوتی در ادامه گفت که باید به خوبی این بازی را بررسی کنیم. نباید اجازه دهیم اشتباهات این بازی دوباره تکرار شوند. ما تیم بسیار هجومی هستیم اما در دفاع اشتباهاتی داشتیم که باید آنها را درست کنیم. تشویق ساده وجوبه بارسلونا در مستایا. حرکت خوب هواداران والنسیا. لامین یامال در دقایق پایانی بازی بارسا والنسیا تعویض شد و مورد تشویق هواداران حاضر در مستایا قرار گرفت. لامین یامال هفته خوبی نداشت چون روز چهارشنبه پدرش در یک پارکینگ در ماتورا با چاقو زخمی شد. این شوکه برای یامال و خانواده‌اش بود. با وجود 17 سال سن منش و رفتار او بسیار بالاتر از سنش است. یامال بعد دیدار پدرش رفت و در طول هفته همچنان در سطح بالای به تمرین ادامه داد. همه می‌خواستند ببینند آیا اتفاقی رخ داده در زمین بازی برای او تاثیر منفی می‌گذارد یا
خیر. یامال وارد ترکیب ثابت بارسا شد و شکل بازی او برابر والنسیا اصلا نشان نمیداد که تحت تاثیر اتفاقات تلخ پدرش قرار گرفته باشد. لامینو از همان دقیقه اول عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و مسئولیت خط حمله تیم را در کنار لواندوفسکی بر عهده گرفت. ستارک در تابستان امسال رشد مضاعفی داشته، در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست به لواندوفسکی کمک کرد تا گل مساوی را به ثمر برساند و بارسلونا به بازی برگشت و در نیمه دوم یک بازی واقعا درخشان از خودش نشان داد. در یک صحنه با چرخش و یک پاس عمقی خارق‌العاده برای فران میتوانست زمینه ساز گل سوم بارسا شود، ولی فران موقعیت تک به تک را خراب کرد. لامین در دقایق پایانی بازی تعویض شد و واکنش هواداران والنسیا با وجود اینکه تیمشان عقب بود تحسین برانگیز بود. بخشای زیادی از مستای یامال را استفاده تشویق کرد و این خود گویای همه چیز هست. یامال مارچ گذشته در بازی اسپانیا برابر برزیل در برنابئو نیز تشویق شده بود.